آقا مواظب باش. بده بندش. حله بری روشن کن بندش. باش اون محکم هستی؟ بشین خودت هم بشین. چشمه خدا. جونم خواهد نداشت بوجه چرا بسته است؟ حنیف چی شده؟ چرا بوجهش بسته است؟ پرچم دعای شما رو میکشی پایین. پرچم که سر جاشه. پایین چیه؟ من پرچمشو میکشیم پایین. ببین تو که خوبه خاله، اگه ده تا دیگه مثل تو زایده بود برو پی درس و مشقت. بدو رو چشم. سلام زندش. پس خوندوش بشین. خوندوش اومدن چشم میشینم. تو که انقدر حیا داری، بچه داری، عیالواری، چرا به عنوان خواستگار تو خونه پدر من پا گذاشتی؟ بچه جیر زندش فینت مرزم به حرفو نمیخوره. بشین و همینو یه بار دیگه تو چشای من تکرار کن. بشین. نمیفهمم چی میگین. خوانده هاش اومد چشم، میشینم چشم، چشاتو نگاه میکنم چشم، همینه یه بار دیگه هم میگم چشم. سلام خوانده داشت. کاسب حرف آخر همون اول میزنه، ولی من واسه بقیه کاسبم، واسه تو داداشم، سایه سرم، اعتمادم، سربلندیتم. من میگم نه، به مهتابم میگم نه. حالا اون بچه کی بود و از کجا اومده؟ میگم حنیف نه. حنیف ممکنه به دیگران دروغ بگه، زیر و رو بکشه، زبونش تون باشه، دستش بزن باشه، ولی واسه من، واسه شما شکولات هم خوانده داشت. اهم کنین. هم خوانده داشت. بشین. چشم. هم زنده داشت. رفیقم بود. بچه رفیقم. کدوم رفیقت؟ احسان بوتیک. میشناسمش. خوشحال باشه. گفتم فقط میشناسمش. این احسان دست نداره که بچهشو خودش ببره دستشویی؟ چرا؟ دست داره. پا نداره. آره پا نداره. این پاش تو تصادف رفت. این من رفته بودم سر بزنم بهشون، بچهش چیز بود، گلی گفت چیش دارم، گفت دستشویی دارم، منم بردمش دستشویی. همین همین دیگه. همین. تموم شد رفت. تموم شد رفت.
چرا در رفتی؟ در رفتم من نه آره نه سلامی نه خداحافظی من مدلم اینجوریه مدلت اینطوریه که سلام علیک نکنی؟ من خانده داشت نباشه کلن از خجالت آب میشم نمیدونم چرا حس میکنم امشب همه چیز با دروغ قرقاتیه نیست واقعا چاوش جسارتن بله پس جسارتن اگه فرد و وقت دارید بری محضر برای عقد با خواهرم مهتاب ما عزاداریم یه عقد ساده بی سر و صدا عیبی داره؟ عیب که نداره نه عیبی نداره دور از جونتون یعنی دور از جون خواهرتون که عزیزه رو دست که نموندن همینطوری بی سر و صدا بخواهیم کاری بکنیم فردا محضر مهتاب تمومه چاوش یعنی چی مهتاب رفیقش هست پسرش هست بوتیکش هم هست میری میبینی معنی نداره بودو بودو بریم واسه عقد حالا دایی یه ور خانواده خودت چی حنیف راست میگه رو دست که نمونده همینطوری هول هولکی هول هولکی تو حرف نزن چشمانش شب عروسیمونو تو ماشین عروس یادت میاد؟ الان چه ربطی داره خانم؟ ولی یه حسی اومد سراغم حسمو بهت گفتم ترسمو بهت گفتم یادته؟ یادته چاوش؟ یه حسی به دلم افتاد که هیچ وقت بچه دار نمیشیم خاندوش باجزه بشین حیا نکن خجالت نکش حیا کردن فقط چشم بستن نیست گوش بستن نیست ترک مجلس زن و شوهری نیست بشین پس خوش ندارم با داداشم اینطوری صحبت کنیم بد حرف نزد زن داداش خانم من خودم گفتم هم کنم خانداداش پریشب تو آشپزخونه ازت پرسیدم از اختلافتون از کریم بوستان از مالش گفتی نجونه تو این دعوا سر جاش این دل شکستگی سر جاش ولی همون لحظه یه حسی به هم گفت داری جونم و دروغ قسم میخوری این دوتا یه حسی داره به هم میگه دروغ حرف میزنی حنیف این سه تا از حجره هست جواب بده جواب من یه حجره رو جواب بده قرار عقد تو این هفته بعد از دیدن دوست بوتیک داره تو پسرش بوتیک دار و بچهش الو چی؟ آراز؟ شما چرا؟ پس کو آقاد؟ بیاد که ضربان قلبش بشه 200 تو دیگه چرا؟ از تو بعیده حنیفی، ستاری، چاوشی؟ تو درس خونده این مملکتی میزنی میخوری یا راست؟ جلو گذاشتم واسه حق از تو گذاشتم واسه حق واسه دعوا نشدن واسه رفع سوء تفاهم واسه صلح ستار رفته تابلو ساخته اسم چاوشو لاک گرفته
این بود قرارمون؟ به وقتش بدتره هنوفه، بدتر. یکم از خوبیات بگو. تو بگو. از خودم بگم یا از تو بگم که راه افتادی هی میگی میگی که از لیلا گذشتم؟ از کجا معلوم که لیلا از تو نگذشته؟ الان دعوا سر این باشه. عیبش چیه؟ عیبش چی نیست، این ساعت شب پاشدی اومدی اینجا دعوا سر خودمون، سر همچین چیز کوچیکی نیست. اسمت خفم کرده اینقدر تو زندگیم بوده. راست رفتم گفتن آراز، چپ رفتم گفتن آراز، حالا این آراز لیلا رو فدای چی کرده؟ داداشش خوب کرده، دعوا نشه خوب کرده. هی رفتم و اومدم و به خودم گفتم که گذشتم ازت. گذشتم از چی؟ توفه ای؟ اصلا گذشتی، تو گذشتی، تو گذشتی. دعوا نشده؟ نشده؟ اون ابروی شکسته چی میگه؟ میگه دعوا، نمیگه؟ نظر چاوش بفهمه، نظر صلح بشکنه. چه گندش جوشش بده، همه فن حریف. نریف که حریف دلش نیست. ولی باید حریف شه. نه هر خانواده یه قربونی لازم داره. داری میکنی؟ این دربانش رو برگردم. عقل کل من اصلا حرفشنمی ندارم. آقا من که کاری باش نداشتم، تو که شاهد بودی. چی کار داشتی میکردیم؟ اومدیم تابلو رو عوض کنیم. کار بدی که نکردیم که. خونه داداشمه، خونه داداشمه. بیرون همه بیرون، یالا برو بیرون. آقا برو بیرون، برو بیرون. علی مدد همه بیرون، یالا تیز آقا جون خوشو. خونه داداشمه. اینو چند بار گفتی؟ ولی بهت نگفتم چرا کلاه باباتو برداشتم. برای اینکه داداشم فلگه کسی رو نکنن، خونشون رو نبینم، دستای چروک خورده و پینه بستشون رو نبینم. ولی حالا اینو دارم میبینم. برو بیرون. از دنگ آقام برم بیرون؟ دنگی به جا نمیارم. بیرون. برم بیرون حرف زدم و بزن. بلن بلن بزن. پشیمون میشی؟ امکانش هست. بیرون. کار به دادگاه میکشونم، اونام دادش تو احضار میکنن که شهادت بده. ندارم. باید قسم بخوره، به قرآن قسم بخوره. اونم عیب نداره؟ آراز چه کنم؟ برم بیرون؟ گم
شو بیرون. نکبت دستتو باید بگیری بالا، بذاری رو قرآن، قسم بخوری که راستشو میگی. شاید هم دوست داری به قرآن قسم دروغ بخوری. ستار این چه بساط؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ بساط اینا. آی میدون دارا، همسایه ها این بریا اون بریا، بیاین اینجا. داداش بس کن تو رو خود. بیاین اینجا، من ستارم به سر کریم بوستان. بابا رو خبر کردم، ما میفهمی؟ همتونم چاوش رو میشناسیم، از دعوای ما هم خبر داریم، از حق و ناحق هم خبر. بسه. چیه؟ رفتی طرف اون بریا؟ بودون بری؟ بابا بهشون قول داده. من ندادم، اینجا یه شاهد است. بگم یا نگم، تابلو رو بزنم یا نزنم، من الان آراز و قسم میدم به قرآن، هممونم وای میسیم منتظر ببینیم جوابش چیه. آراز پسر حاج بدرین اخی، تو رو به قرآن قسم، بابای من سهمی از این حجره داره یا نداره؟ داداش تو حق بابای منو خورده یا نخورده؟ دست خط بابا تو با مهر و امضاشو سوزونده یا نسوزونده؟ ها؟ همینجا جواب بده، همون قسمی که رو زبونت هست تو جواب بده، خلاص. ایش میدی؟ بگو، یا قسم راست میخوری قرآن پشت و پناهت میشه، یا قسم دروغ میخوری و دیگه نگم. فدش فدش از پشت دش نامرد نامرد از پشت دش ببینی از بلادن گر یادی او کلا یایی دل اگر یادی او کلا قسم من نزدمش حاجون، من نزدمش. Thank you.
گردش نیره. سرش گریده داشت. آرزی، آرزی داشت خوبی؟ درد کنه؟ درد داری؟ آره، درد داره این. داره درد میکشه داداش. مرد سبون لنگه کفش در آر. بچه خودم بود آدم سوشه سوزن میکرد تو کمرش. ببخشید. این اینجا باید بری بیرون. میره. نمیرم. میری حنیف. دیدم که زدیش. لیلا، دیدم که زدیش. لیلا هایی داداش کمکش کن. سبا بیا. سبا آروم بیارم. سبا همشه امشب میمون بهتر نبود؟ نبود. برسونش خونه. نمیذارم تنها بری میدون. لازم نکرده تو هر کاری که شاخشونه کشیدن داره خودت رو دخالت بدی. من خودم اون ستاره بیمروبت شما داری که اون بیمروبته؟ ای بیتر بیا. ای چی عنیف؟ درست حرف بزن. فقط 3 سانتیم برتر بود قطع نخواه میشد. اون وقت خواستی چیکار کنی آقا چابوش؟ الان که 3 سانتون برتر نخورده که لیلا. به نظرت چاقو کشه شانس آورده یا آراز؟ بشین لیلا خان. بشین برید. دم خونه ترمز میزنی. آراز پیاده میشه میره تو. اگر نرفت بهم زنگ میزنی. میام تو خونه قله زنجیرش میکنم. ملتفت شدی چی گفتم یا نه؟ بشین. خواهی بری سراغ اون لجن؟ مشخصات لجن چیه که به داداش من نسبتش میدی؟ اولیش از پشت زدنه. آها، پس هر کی از پشت بزنه لجنه. آره حنیف؟ آره؟ آره داداش؟ آره، آره دیگه. بشین برو، بشین برو، مواظب باشه. خورم برو داداش. بشین آراسو. بشین داداش، بشین. برو برم بشین، آروم بشین. آوازه بشه آروم باشه. آروم آروم. الو کریم بوستان؟ حجره من؟ اومدم. خوب این روزا داری گل میزنی. رو بوستان چاقو میکشی، حجره شیروانی آتیش میزنی، الانم که کاشف به من اومده بچه داری؟ ندارم داداش. نداری؟ با دروغ خودتو لجن نکن. ده من خودم اون مزخرفاتو گذاشتم تو جهنه جل مهتاب. نکنه راستاسی باورت شده منو سیاه میکنی. بهم میگی چشم بد میری پشت سرم شدن تخته میندازی. زنه کیه؟ بچه یکیه؟ شمرده شمرده تو هر جملت 3 تا غلط کردم میاری حرف میزنی. موضوعی تو کار نیست خونده داشت حنیف. به من دروغ گفتن یه چیزه، دوبار گفتنش یه چیزه دیگه. چشمو میبندم باز که کردم همه گفتنی ها رو میگی. باب چشاتون عوض نکن خونده داشت. دنبالم نیا، دنبالم نیا. بچه مال من نیست، راست گفتم، ولی مادرش زن عقدیمه. اصلا میشینم همینجا. بیا دل رو دامون در.
حاج بابا بدری یادمون داد محرم و نامحرم و میخواستم باش باشم، گفت با محرم باشیم، گفتم باید محرم باشیم، بچه از شوهر محرم باشیم. میخوامش خدایش، میدونم نباید اون چیزی که شما نمیخوایی بخوام خدایش، ولی دل دیگه داداش، دلم من کرد بهم، دلم مهر شد پیچید دورم. تو شیشو بشه این بودم بیام بهتون بگم امر شما رسید، واسه آیندم نقشه داری، سعادت داری، اعتباری، مالی، اونم کی؟ خواهر مهتاب خانوم، یقینا یه دنیا خانومه. موندم تو عجل حالا فرو نره کی بار. من کسی نیستم به باغ رسیدم گل خودمو بچینم برم، میشینم پا گلم، من اینجا گله، اسمش من اینجا هست، مسافر کشی میکنه تو میدون، شیر زن ها، زن عقلیمه، ولی نه پولمو میخواد نه خونمو، از اون زن هست که جون میده واسش بمیری. الان هم خانده داشت چشم امیدم به دعای خیر شماست. من زخمیه، خدا بخشش بندازه به کلش. اگه ننداخ تو هم بهش اضافه شدی چی؟ از این سکو به اون سکو فرجی خونه داشت. چرا مزخرف میگی؟ کدوم سکو؟ اومدی خونه بابای مهتاب؟ امر شما بود خونه داشت. گفت که میخوام غلامی جونو بکنم. امر شما بود خونه داشت. گفتم تاریخ عقد تعیین کنیم. امر شما بود خانه داشت. هر رفورا و شمسی کوره در و همسایی و وک و فامی همه فهمیدن لفظ اومدم. گفتم چاوش با تمام اعتبار و داراییش پشت داداشش حنیفه. لطف شما بود. نگو لطف، بگو امر خانده داشت. امر خانده داشت. طلاقش میدی، خامش میری محضر، نرگس رو عقد میکنی تا هیچ حرف و حدیثی پشت این خانواده محترم نباشه. این زنم چی اسمش؟ من اینجا هست چیه؟ یعنی طلاقش میدیم مثل آب خوردن، بعدش میشی همون خواستگار خواهر زن من. با میشه میری پاساش پیش این چیه؟ احسان بوتیکه ها؟ احسان بوتیک. بچه منیجرم میاری، یکی هم همون ریختی که واسه مهتاب تعریف کردی میاری اونجا تا مهتاب بیاد ببینه باور کنه. حالا کی میاد من نمیدونم، تو کی میفهمی من نمیدونم، فقط اون کاری که گفتم اون میکنی. آینده تو نرگسه، خانواده خوب، پولدار، سرشناس، باش پله ترقی و بدبخت، پله رو دوتا یکی میری بالا، با این ازدواج میری بالا. دریافت حاصل شد سیاباز. نشیدم. بله بله حاصل شد. ولی چی حاصل شد؟ بازاش اول طلاق. نبینمت میدون بدون برگه طلاق. هر چیزی که چاوش گفت گوش کنم. چرا آرزو با چاوش زدی؟ مسخصوز بود، قسم دروغ به قرآن میخواد، قرآن میزد به کمرش، راستشو میگفت چاوش خجالت میکشید زایه میشد، زدم که شلوغ شه. به بچه ها گفتم خون کف حجره رو بشورن. با چی شستن؟ آقا کریم استان یادم دادن حق گرفتنیه، با همون دل و جرعتی که بلدم از مال دنیا بگذرم، خدا شاهده میتونم بایستم
حقمو بگیرم. از سهم و حقم میگذرم اگه بدونم پسر بدوی میخواد تو دادگاه قسم دروغ بخوره. خون که ریخت کمون با آب نمیشورن، با خون میشورن. تنها